مصطفی هجری دبیر کل حزب دموکرات کردستان ایران یکی از قدیمترین حزب‌های سیاسی ایران است. حزبی زاده دموکراسی ناپایدار دهه 20 خورشیدی. میگوید حزبش با همه تجارب تلخ سیاسی و قتل سر رهبرش در مقاطع مختلف همواره کوشیده که وابستگی کردستان به ایران را فدای شیفتگی ملی و قومی نکند. این حزب مدتی است که شعار قدیمی دموکراسی برای ایران و خودمختاری برای کردستان را با شعار ایرانی دموکراتیک و فدرال عوض کرده. اعتراف به شکست برنامه‌های گذشته یا نگاهی نو به مسائل ملی در ایران. برای گفتگو با او اینجا به پاریس آمدم. آقای مصطفی هجری، به برنامه به عبارت دیگر خوش آمدید. متشکرم. شما در کنگره 13 حزبتون آقای هجری حدود 7 سال پیش شاید شعار قدیمی حزب دموکرات کردستان ایران مبنی بر دموکراسی برای ایران، خودمختاری برای کردستان را عوض کردید به ایران دموکراتیک و فدرال. چرا؟ واقعیت اینه که قبل از این تاریخ، یعنی در این طول زمانی که ما شعار خودمختاری دموکراسی برای ایران و خودمختاری برای کردستان داشتیم، بیشتر بر این مبنا بود که ما مسئله خودمختاری یا حکومت منطقه‌ای برای ملیت‌های ایران شاید بیشتر در کردستان هست که خواهان داره و مردم بیشتر براش مبارزه میکنن و عملا هم برای به دست آوردنش مبارزه می کردند و در طول این سه دهه‌ای که ما بعد از روی کار آمدن جمهوری اسلامی داشتیم براش مبارزه کردیم و حالا هم در این راه مبارزه می کنیم، ولی برای به دست آوردن این هدف در بخش‌های دیگر ایران، در مناطقی که ملیت‌های دیگر ساکن هستند، این مبارزه به صورت عملی وجود نداشت. شاید مردمانی بودند که این گرایش را داشتند، ولی هنوز ما نماد این مبارزه را به شکل آشکار نمی‌دیدیم. یعنی شما در واقع به فدرالیسم از همون اول اعتقاد داشتید، می‌دونستید که این شیوه خوبیه، منتها چون ملت‌های دیگه داخل ایران مبارزه نمی‌کردند و حقش رو نمی‌خواستند، در نتیجه شما فکر می‌کردین که در محدوده کردستان بمونید و بله، این مسئله مطرح بکنید. ولی اینجوری شاید دقیق نباشه آقای هجری. شما ما می‌دونید که بلافاصله بعد از انقلاب در ترکمن صحرا مردم خواهان یک نوع خودمختاری بودند، در بلوچستان تا حدودی این مسائل زمزمه میشد، در بین عرب ها در خوزستان زمزمه میشد و همه اینا از قبل وجود داشت. شاید اون موقع شما اصلا به فکرتون مسئله فدرالیسم به فکرتون نرسیده بود. نه، ما فدرالیسم اصلا اون آغاز به فکرمون رسیده و در مقدمه اساسنامه حزب دموکرات کردستان ایران از همون آغاز نوشته شده که فدرالیسم بهترین شکل حکومتی است برای کشورهایی که دارای ملیت‌های مختلف هستند. ولی به همان دلیلی که عرض کردم ما برای فدرالیسم مبارزه نمی‌کردیم، چون از یک طرف عرض کردم به دلیل اینکه این مبارزه در مناطق دیگه وجود ندارد، از طرف دیگه ما نمی‌خواستیم خودمون را نماینده ملیت‌های دیگر ایران به حساب بیاریم و از طرف اونها حرف بزنیم. این مبارزاتی که شما اشاره کردید در واقع مبارزه دموکراسی خواهی نبود، کمتر و یا کمتر گرایش دموکراسی خواهی داشت و اطلاع داری که اون موقع این مبارزات که در ترکمن صحرا و بخش‌های دیگر ایران به وجود می‌آمد بیشتر تحت تأثیر یه جو غالب چپ بود که دموکراسی در اونجا خیلی کم رنگ بود و بیشتر تحت تأثیر ایجاد حکومت‌های کارگری نماد پیدا می‌کرد و در واقع نوعی مبارزه بود با جمهوری اسلامی، ولی نه برای به دست آوردن خودمختاری برای ملیت‌هایی که در اونجا این مبارزات روی می‌داد. حالا آقای هجری، این فدرالیسم که شما صحبت می‌کنید دقیقاً معنیش چیه؟ یعنی دقیقاً شما چی می‌خواید؟ فرض کنیم که استان یا ایالت فدرال کردستان به وجود اومده، چه شکلیه؟ یعنی چه جور سرزمینیه؟ اگر به طور کلی بخوام توضیح بدم این مسئله رو، باید عرض کنم که
اون چی که ما به دنبالش هستیم اینه که در چارچوب ایران همه ملیت هایی که در جغرافیای خودشون ساکن هستند، در یک منطقه مشخص جغرافیایی ساکن هستند و یک ملیت را به وجود میارند، اینها اداره حکومت محلی خودشونو داشته باشند و در چارچوب ایران مطابق قانون اساسی دموکراتیکی که در آینده تنظیم خواهد شد بتونن در اداره امور کشور دخالت داشته باشند و شریک باشند. این هدفی است که ما داریم و از اونجا سرچشمه میگیره که در طول تاریخ هر وقت از طرف حکومت مرکزی حکومتگرانی به کردستان گسیل شدند که در اونجا حکومت بکنند، نه فرهنگ کردها را میدونند یا ملیت‌های دیگر ایرانی را میدونند، نه اعتبار و ارزشی برای فرهنگ اونها، زبان اونها، اعتقادات اونها هستند. در نتیجه بیشتر به جایی که خدمت بکنند باعث نفرت و آزار این مردم شدند. شما در یکی از مصاحباتتون آقای هجری صحبت از این میکنین که حزب شما به عنوان یک نیروی تاثیرگذار کردستانی میخواد که در حد توانایی خودش ملیت‌های دیگر رو دور هم جمع بکنه و یک اتحادی تشکیل بده که بر اساس فدرالیسم جغرافیایی، همطور که الان شما هم توضیح دادید، به مسائل ملیت‌های ایران بپردازه و خواستاشون رو مطرح بکنه. و در این 16 سازمان سیاسی که شما دور هم اسپوردی و دور هم جمع کردید، خبری از فارس‌ها نیست. چرا؟ اونا اگر یک سرزمین کشور فدرالی باشه قاعدتاً باز اونا هم باشه. کاملا درسته. از نظر ما فارس ها هم یکی از ملیت هایی هستند که جمعیت ایران را به وجود میارند و ما با بسیاری از اونها تماس گرفتیم، ولی متاسفانه مسئله برمیگرده به خود اونها. اونها بودند که تا به حال نخواستند در این چنین اتحادی مشارکت داشته باشند و واقعیت اینه که هنوز هم برای بیشتر هموطنان فارس مسئله فدرالیسم یا خودمختاری برای ملیت ها هنوز هم یک مفهوم بیگانه است و بیشتر تحت تأثیر القاعات تبلیغات رژیم سلطنتی و رژیم جمهوری اسلامی هستند که همیشه سعی کردن به طور یک جانبه مسئله فدرالیسم یا مسئله حقوق ملی را وابسته بکنند به کشورهای بیگانه، به تجزیه طلبی. و به نظر من رسوبات این نوع تبلیغات هنوز هم در پس فکر بیشتر از هموطنان فارس وجود داره، ولی خب در این فاصله زمانی تغییراتی هم به وجود آمده. ما با بسیاری از هموطنان فارس نشست داشتیم و صحبت کردیم از این مسئله فدرالیسم و الان کم نیستند اونهایی که به این مسئله علاقه مند هستند. ولی این مسئله تجزیه طلبی، اتهامی که همیشه به حزب شما هم زده شده، یعنی واقعا هیچ وقت نبوده؟ هیچ وقت کردها نخواستن از ایران جدا بشن؟ اگر صحبت هست کردها به طور شخصی هست، چرا هستند اشخاصی که علاقه مند هستند؟ ولی آقای هجری این در حد تمایل شخصی نبوده. شما مثلا در بعد به پیدایش حزب دموکرات کردستان ایران و جمهوری مهاباد تشکیل شد زیر رهبری قاضی محمد، در نشه از همون اول، اون هم در زمانی که نظام حکومتی و کشور شاهنشاهی بود. بله درسته، در اون موقع این حکومت جمهوری کردستان که ایجاد شد، اون موقع هم مسئله در چارچوب ایران بود، مطرح کردن این جمهوری در داخل ایران بود و همون موقع هم اسناد تاریخی زیادی در دست هست که دلالت میکنه برای این که این حکومت نخواسته از ایران جدا بشه. در تماس هایی که سران حکومت با کارگزاران حکومت پادشاهی در تهران داشتند و اینکه اون موقع هم نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی حضور داشتند و همه تماس ها و مدارک دلالت بر این داره که اون موقع هم این جمهوری در چارچوب ایران بود و بنا هم بر این بود، یا حداقل تصور
جمهوری بر این بود که دیگه حکومت پادشاهی بر سر کار نخواهد ماند و موقعیتی به وجود خواهد آمد که مردم بتونن در یک سیستم دموکراتیک حکومت نوین ایران را به وجود بیارن که در اونجا بشه حکومت منطقه‌ای کردستان را یا حکومت خودمختار کردستان را به صورت رسمی در قانون بگنجانند. بسیار خب، من پیشتر اشاره کردم به مصاحبه‌ای که شما مسئله جمع کردن سازمان‌های ملیت‌های مختلف مطرح کرده بودید. در همون مصاحبه شما ادعا می‌کنید که نیرومندترین و نزدیک‌ترین نیروهای اپوزیسیون به همدیگر نیروهای کرد هستند و بقیه نیروها از نظر شما پراکنده هستند و ناسازگارند طبق گفته شما. شما چطور میتونید ادعا رو بکنید در حالی که در حزب خود شما چندین انشعاب صورت گرفته و احزاب کرد اتفاقا پراکنده تر از خیلی از احزاب دیگه هستند؟ ببینید، مسئله مقایسه است آقای فانی. ما درسته در کردستان ایران احزاب سیاسی در سالهای اخیر روبروی انشعاباتی شدند و مشکلاتی داشتند با همدیگر که الان به طور کلی وضعیتشون خوبه، ولی وقتی شما این وضعیتی را که برای من هم ایدئال نیست مقایسه میکنی با سراسر ایران، در نتیجه میبینی که وضعیت کردستان از نظر سازماندهی و حضور و نفوذ سازمانهای سیاسی در داخل کردستان خیلی بهتر از بقیه بخشهای ایران است. متاسفانه این طوریه. ولی شما حزب دموکرات کردستان ایران الان در حال حاضر دو شاخه است، درسته؟ یه گروه از حزب دموکرات انشعاب کردن، فقط یه گروه. خب یه گروه البته انشعاب گذشته هم داشته دیگه، اون انشعابی که غنی بلوریان اینها بسیار باعث و بانیش بودند. ولی همین انشعابتون هم تا اونجا که ما با رهبر اون فرقه جدا شده یا اون حزب جدا شده صحبت کردیم، ایشون میگن که ما اختلاف ایدئولوژیک و برنامه‌ای هم حتی نداریم، مسائل فقط مسائل مدیریتیه، یعنی رهبری حزب تن به یه سری خواستهای دموکراتیک نمیده. گروهی که قبل از این انشعاب هم از حزب دموکرات منشعب شدند مدعی بودند که در حزب دموکرات دموکراسی وجود نداره، ولی بعد دوباره برگشتند حزب دموکرات. اونها بودند که سخن از دیکتاتوری دکتر قاسملو و بقیه سران حزب دموکرات کردستان ایران به میان می آوردند، ولی الان همشون در تعریف و تمجید سران حزب دموکرات کردستان ایران سخن میگن. اینها مسائلی است که معمولا وقتی که یک گروهی منافع شخصی یا منافع گروهیش در یک جمعی در یک حزبی به خطر میفته، برای رسیدن به اهداف خودش این مسائل رو مطرح میکنه برای اینکه انشعاب خودش رو موجه جلوه بده در میان مردم. حالا چه منافع گروهی به خطر افتاده بود از اونهایی که اخیرا انشعاب کرد؟ در کنگره 13 اگه دقت کرده باشید، مجموعه از اعضای رهبری سابق حزب که در کنگره 12 انتخاب شده بودند و در کنگره 11 هم اونها در اکثریت بودند، یه موقعیتی به وجود آمد در کنگره که نمایندگان کنگره از اداره این رهبران به طور کلی ناراضی بودند و در انتخاباتی که کردند، رأیی که دادند، اون اکثریتی که قبلا وجود داشت اکثریت رأی نیاورد و اونها تبدیل به اقلیت شدند. وگرنه این جمعی که تو کنگره بودند همه گزارش کنگره را که خودشون هم اکثریت بودند تایید کردند، در رأی گیری شرکت کردند و همه برنامه ها و مصوبات کنگره را تصویب کردند، ولی انتخابات کنگره که آخرین مرحله کنگره های ماست، وقتی که نتیجه به مراد اونها نبود، بعد از کنگره زمزمه جدایی و جمع شدن به دور یکدیگر را به وجود آوردند و در نتیجه منشعب شدند متاسفانه. بسیار خوب، حالا شما آقای هجری مبارزه مسلحانه رو مدتی که کنار گذاشتید در جمهوری اسلامی ایران، حالا که مبارزه مسلحانه نمی کنید فعالیت حزبتون چیه؟ چیکار میکنید؟ الان مهمترین بخش فعالیت ما سازماندهی داخل کردستان است به صورت مخفیانه. تشکیلات ما در داخل کشور، در داخل کردستان ایران کاملا فعاله. ما انواع ارتباطات را داریم و به همین جهت هم حتما شما اطلاع داری که
تعداد زیادی از فعالین سیاسی مازندرانی هستند، تعدادی از اونها اعدام شدند و حالا هم تعدادی از اونها هستند که حکم اعدامشون صادر شده. این یکی از مهمترین کارهای ماست که مبارزه مردم را در داخل زنده نگه داریم. از طرف دیگه ما یک مبارزه مدیایی داریم. ما تبلیغات حزبی را برای آگاهی مردم و افشاگری توطئه‌های جمهوری اسلامی ایران از کانال‌های تلویزیون، رادیو، روزنامه‌ای که در کردستان عراق چاپ میشه و فرستاده میشه به کردستان و روی اینترنت چاپ میشه داریم و ارتباطات خارجی رو داریم که فعال هستیم در عرصه فعالیت بین المللی با بسیاری از سازمان‌های سیاسی کشورهای غرب و حکومت‌های غرب در ارتباط هستیم برای تفهیم و تفاهم وضعیت موجود کردستان ایران و وضع ایران با اونها. حالا این مبارزه مسلحانه که شما کنار گذاشتید، یعنی فکر می‌کنید که سالیانه که این مبارزه را از پیش می‌بردید در واقع به این نتیجه رسیدین که این نتیجه نمیده و عبث بوده به همین دلیل که ما بهتره که مبارزه سیاسی کرد، یا اینکه مثلا ممکنه احیانا از طرف حزب احزاب حاکم در کردستان و عراق یک خورده شما رو زیر فشار گذاشتن که این مبارزه رو قطع بکنید؟ نه، از این نظر که مبارزه مسلحانه که ما پیش بردیم عبث نبوده، بلکه بسیار هم مفید و مؤثر بوده در ارتقاء آگاهی مردم و جذب اونها به صفوف مبارزه علیه جمهوری اسلامی ایران. این خیلی مفید بوده و تأثیرات اون تا به حال هم وجود داره. منتها برای یک حزب سیاسی مثل حزب دموکرات کردستان ایران فکر میکنم که بهتره که خودشو در چارچوب یک نوع مبارزه محصور نکنه و بعد از پیش بردن این مبارزات مسلحانه طی چند سالی ما به این نتیجه رسیدیم که فعلا در موقعیت فعلی هم از نظر منطقه‌ای، هم از نظر وضعیتی که در ایران وجود داره و همچنین از نظر بین المللی بیشتر مبارزات مدنی و دموکراتیک بیشتر تأثیر گذار هست. شما میگین فعلا، منظورت اینه که ممکنه برگردیم به مبارزه مسلحانه در مقاطعی؟ ببینید، وضعیت سیاسی را نمیشه پیش بینی کرد. بایستی در وضعیت مشخص تصمیم و برنامه مشخص را که مناسب وضع باشه ارائه کرد. ما تا اونجا که مبارزه دموکراتیک چه عرض کردم، چه در داخل کردستان چه در خارج امکان پذیر باشه و بیشتر تاثیرگذار باشه، همین روش را ادامه خواهیم داد. شما الان در حال حاضر آقای هجری در هم حزب شما، هم افرادی که از حزب شما منشعب شدن، هم حزب کومله به رهبری آقای مهتدی، همه اینها تقریبا یه حرف رو میزن، همه اینها مبارزه مسلحانه رو کنار گذاشتن و در این حال هم از فدرالیسم صحبت میکنند. چه اختلافی بین شما هست که شما نمیتونید متحد بشین و بشین یک پارچه بشین یه حزب؟ راستش این بحثی چه چند سالیست میان همه ما احزاب سیاسی کردستان وجود داره و ما خیلی در این مورد صحبت کردیم و راه‌های مختلفی را برای رسیدن به این هدف دنبال کردیم و واقعیت اینه که مردم کردستان هم اینو از ما و از همه سازمان‌های سیاسی میخوان. ولی خب خود این انشعابات یه مقدار مشکلاتی به وجود آورده از نظر سیاسی که رسیدن به این هدف را عقب انداخته. این هدف دم دست ما هست و ما ازش صحبت می‌کنیم. فقط دلیلش این انشعابه؟ یعنی مثلا شما با حزب کومله صحبت می‌کنید؟ هیچ وقت با هم دیگه مذاکراتی دارید در این زمینه؟ بله، ما با همه احزاب سیاسی کردستان رابطه دوستانه داریم و باشون مشکلات گذشته در مقاطع جنگ مسلحانه می‌کردین، همدیگه رو می‌کشتین شما. دو تا حزب کومله و حزب دموکرات کاملا منتفی شده، از هر دو طرف منتفی شده و ما دیگه در واقع یه صفحه نوینی باز کردیم در رابطه با همدیگه. یعنی مذاکره در چه جهتی؟ در جهت اتحاد؟ مذاکره در جهت تنظیم حداقل یه پلتفرم مشترک روی یه اصول کلی که بتونیم با هم دیگه همکاری بکنیم، ولی تا به حال به اون نرسیدیم. شاید
اگر بتونیم این گام های اولیه را برداریم، راه رو برای رسیدن به اتحادهای بیشتر و بزرگتری را میتونیم آماده بکنیم. شما با پژاک هم صحبت میکنید؟ نه، با پژاک ما صحبتی نکردیم تا کنون. چرا؟ این هم یک گروه کرد هست، اما تا اونها کماکان به شیوه مبارزه مسلحانه معتقدن و اونها البته ممکنه مرامشون، اهدافشون یه خود متفاوت باشه. اونها خواستار به نوعی استقلال هستن، درسته؟ اهداف اونها زیاد ثابت نیست. این که ما با اونها مذاکره نکردیم به این دلیله که از نظر ما پژاک یک حزب سیاسی مستقل نیست. پژاک شاخه است از PKK و همه چیزش، حتی برنامه کارش در PKK تنظیم میشه. اینه که ما حزب به اصطلاح پژاک را به عنوان یه شاخه از PKK میشناسیم. به همین جهت باشون هنوز وارد این چنین مذاکراتی نشده ایم. بسیار خوب. شما اخیرا در کنگره آمریکا سخنرانی کردید آقای هجری، و لب کلامتون در این سخنرانی اینه که به آمریکا میگین بیاین به ما کمک بکنید و این رژیم رو سرنگون بکنیم. چی میخوان از آمریکا؟ میخوان چیکار کنن براتون؟ فعلا نگفتن میخوان چیکار بکنن و هیچ وعده ای ندادن. نه، شما میخواین از آمریکا چیکار بکنید؟ ما برای به زانو در آوردن جمهوری اسلامی ایران از حکومت های به اصطلاح آمریکا و اروپایی درخواست کمک میکنیم. کمک های سیاسی، کمک های تبلیغاتی و اینکه فضای به وجود بیارن که ما بتونیم برای اروپایی ها و آمریکایی ها بتونیم برنامه خودمون رو توضیح بدیم. همین گرد همایی که در کنگره آمریکا به وجود آمد، این خودش یکی از این برنامه هاست، یکی از این خواسته هاست. چون هنوز هم هستند در اروپا و آمریکا کسانی که حتی از افراد سیاسی که فکر میکنند که در ایران فقط فارس ها هستند و بقیه تأثیری ندارند، یا خواست خودمختاری، خواست فدرالیزم که از طرف هموطنان فارس مطرح نشده برای اونها هم شاید زیاد آشنا نباشه از نظر یک ایرانی. ما میخواییم این مسائل را برایشون توضیح بدیم. ولی توضیح دادن اینها آقای هجری، اینها خیلی آسونه، یعنی اینها هیچ وقت جلوش گرفته نشده و همیشه شما میتونین که مسائلتون رو با کشورهای مختلف، رهبرهای کشورهای مختلف از جمله امریکایی ها مطرح بکنید. ولی شما میگین که در این سخنرانی کنگره صحبت از این میکنین که جز سرنگونی این رژیم هیچ راهی برای اصلاحات، برای تغییرات دموکراتیک در ایران وجود نداره و شما خواستار کمک شدید. یعنی یه طوری تداعی میکنه انگار شما داریم امریکا میگن لشکرکشی بکنین همونطور که در عراق کردین و بیاین حکومت جمهوری اسلامی ایران رو سرنگون بکنین. مثلا تنها لشکرکشی نیست. ببینید، حالا ما در منطقه شاهد هستیم که تعداد از کشورهای منطقه مردمشون مبارزه میکنن با حکومت‌های مرکزی. این کشورهای غربی لشکرکشی نکردن ولی کمک میکنند به مردم مبارز که بتونن در مقابل سرکوبی‌های شدید حکومت‌های مرکزی بتونن تاب بیاورند. اینا مسائل خیلی مهمی است. به ویژه ما میدونیم که کشور ایران و حکومت جمهوری اسلامی در سرکوب مردم به هیچ کسی رحم نمیکنه، حتی به افراد خودش هم رحم نمیکنه. به همین جهت ما خواستار این هستیم که در مبارزه علیه جمهوری اسلامی به سازمان‌های سیاسی دموکرات، به مردم مبارز و آزادی‌خواه ایران کمک بکنند در فروپاشی رژیم. و اینکه فرمودید درسته، ما معتقد هستیم که جمهوری اسلامی قابل اصلاح نیست و این مسئله رو ما سال‌هاست مطرح کردیم، زیرا بر این باور هستیم که مسئله رفرم و اصلاح طلبی از ویژگی‌های حکومت‌های دموکراتیکه و چون جمهوری اسلامی ایران دموکراتیک نیست، بنابراین اصلاح پذیر نیست. یعنی شما در واقع پشت کردین به بخش بزرگی از مردم ایران که خواهان اصلاحات هستند. یعنی شما کاملا بیگانه اید با تمام این تحولاتی که در داخل ایران طی دو سال گذشته صورت گرفته. اولا اینکه من معتقد نیستم که تعداد اینها زیاد باشه، و اینکه بعد از 22 خرداد
میلیون ها نفر ریختن تو خیابون ها و جنبش سبز اعلام کرد چین ها همه دنبال برنامه ها و شعار های اونها هستند. معلوم شد که به زودی معلوم شد که خلاف بوده این تصور، زیرا مردم شعار سرنگونی دادن، شعار مرگ بر دیکتاتور دادند و خواهان سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی شدند. و در طی این دو سال گذشته بعد از 22 خرداد تعداد اصلاح طلبان به نظر من کمتر شده، زیرا عده از اونها ناامید شدند. بخشی از اونها هم به این نتیجه رسیدند که در چه جمهوری اسلامی قابل اصلاح نیست. بنابراین اکثریت مردم ایران و اونهایی که مبارزه می کنند حتی تحت خواسته های رهبران جنبش سبز به خیابان ها می آیند، اینها فقط می خوان از این فرصت استفاده بکنند و شعارهای خودشون رو به میان بذارند و اینها خواهان برنامه های جنبش سبز نیستند به این معنا که کار بکنند برای اصلاح جمهوری اسلامی. این تلقی شماست، البته ممکن همه بر این باور نباشند در داخل ایران، ولی به هر حال شما از اون بخشی از جنبش سبز که خواهان تغییر نظام جمهوری اسلامی به یک نظام دموکراتیک هست حمایت میکنید. بله درست. بسیار خیلی متشکرم آقای مصطفی عزیز از شرکتتون در برنامه به عبارت دیگر. خیلی ممنونم شما.